افغانستان خراسان دیروز داشت، اما حکومت وقت افغانستان که پاکستان از نیمقاره هندوستان جدا شده بود، پاکستان به رسمیت نشناخت. وقتی که به رسمیت نشناخت، اینجا جنجال واقع شد و پاکستان هم در تقابل قرار گرفت. حکومت ما هم، حکومت وقت ما هم، نظام های وقت ما هم در تقابل با پاکستان قرار گرفت و این تقابل یک تقابل یک طرفه بود. به خاطر از اینکه اینجا تفاهم در از همه اقوام صورت نگرفته بود در افغانستان، و حکومت وقت افغانستان که فکر میکنم زمان ظاهرشاه بود، نظام شاهی بود، کدام بحث ملی را برای ننداخته بود که آیا ما حکومت نامنهاد پاکستان را به رسمیت بشناسیم یا نشناسیم. چون این چیز وجود نداره و صورت نگرفته بود. اگر می داشت خب باز اینمی لرابرخواهی از اینا، اینی مثلا پشتونخواهی از اینا تا امروز که به اصطلاح دوام دادن و یک بخش اعظمی از استحقاق یا حق و حقوق بقیه اقوام اینا دادن به مردم به اصطلاح قبایل و یک وزارت را به نام قبایل ایجاد کردن و این گونه واقعا در خیانت کردن، واقعا در حق بقیه اقوام اینا خیانت مرتکب خیانت شدن. و آمدیم سر از اینکه این همی مردم، همی خطه که به نام قبایل چی طرف بود چی او طرف بود، دو طرف مرز دیورن، و پاکستان، حکومت وقت پاکستان هم از این مردم استفاده کرد، چون دید که این مردم از این مردم خوب استفاده ابزاری میشه به نام دین، به نام قاچاق مواد مخدر در مناطقشان، مواد مخدر آزادمان برشان، هر آنچه که اینا چون به نام قبایل آزاد بازار داشتن، دوکان داشتن در مناطق خودشان هر آنچه انجام میدادن، پاکستان غرضشان نگرفت، چون مشکلات با حکومت وقت افغانستان داشت پاکستان، اینا را با وضعیتشان آزاد ماند تا وقتی که استفاده کرد. تا این امروز هم از اینا استفاده شد، حکومت وقت، حکومت پاکستان از اینا استفاده کرد، استفاده ابزاری کرد. امروز اینا سر اوش آمدن که ما چی کار کردیم، دیورن هم از پیش ما رفت و ما نصف ما این طرف ماندیم، نصف ما اون طرف، وا ویلا و داد و وا ویلا را برا انداختن که هم جای را نگرفت. امروز تبدیل شده حکومت پاکستان به یک حکومت مقتدر صاحب اتم دیگه، به هیچ قیمت، به هیچ گپ به اصطلاح حاضر نیست و نمیخواد که جغرافیایش به اصطلاح چیز شود، تجزیه شود یا جغرافیایش جدا شود. روی هم رفته، هر نوع به اصطلاح صدا و هر نوع برنامه را که اینا برای قبایل ایجاد کنن، اونا سرکوب میکنن و اجازه نمیتن که در جغرافیا. سپاس وحیدی سه، به شما برمیگردیم. قبل از اینکه چیز دیگر رو اشاره کنم فروتن عزیز، که نه تنها موضوع پشتونستان یا مسئله قبایل، که پاکستان یک معضله بسیار مهم با ایالات بلوچستان هم داره. اگر اینجا با پشتونا کنار بیایه، اینا رو به اصطلاح آزادی بده یا یک کار شوه، یک تفاهمی صورت بگیره بینشان، و مشکل بسیار عمده و اساسیشان با بلوچاست، که بلوچا هم آزادی میخواین، اونجا هم دستای جانب است. سپاس وحیدی سه، به شما برمیگردیم. دوستای عزیز، قبل از اینکه پرسش ما از آقای نوابزاده مطرح بکنیم، یک چیز را ما میخواییم اضافه بکنم. ببینین، همین قسمی که تی تی پی امروز به صفت یک گروه تروریستی در افغانستان فعالیت داره، اعضای تی تی پی توسط سازمان استخباراتی هندوستان تجهیز شدن، اکمال شدن، اونا رفتن در قبایل پاکستان سربازگیری کردن و واقعا یک عملکرد نهادهای امنیتی پاکستان، خصوصا پلیس، که این خیمه هایی که قرار بود یک فرهنگ زشت و گنده به نام جرگره که انسان های دستارکته و شکم بزرگ که ذره منطق و عقل نمی داشته باشند، با پشتونوالی باورمند هستند، در این خیمه رفته بودند که 11 سپتامبر به نام از اینکه گویا در پشتونها چی اتفاق افتیده، چی کار باید انجام بدن، مانعی گپ شدن که این به منفعت و منافع ملی پاکستان است. هر پشتونی که تعلق به تی تی پی داره، یا پشتونخوا است و پشتونوالی باورمند است، یا پشتونستانخوا است، باید نیاتهای امنیتی پاکستان به خاطر منافع ملی کشورشان اونا را در امو پاکستان سرکوب بکنن، به حد ستم کشش بکنن که دیگه نواده هایشان هم توان از این را نداشته باشه که امنیت و
نظم عامه را در پاکستان صدمه بزنن. وطن دارای عزیز، امروز وطن ما قربانی تروریسم و نجات پرستی شده. اینمی قسمی که یک جرگه کثیف و چتلی در سرزمین ما به نام عنعنوی در تالار لویجرگه برگزار شد، یک نظام پوشالی گندی قومی که حتی کوچی ها را که یک روز مکتب نرفته بود در جایی که قانون باید توشیه شود و قانون درست شود در اونجا بردن به نام سامیه در چوکی های شورای ملی افغانستان تکیه زدن. ما پرعرفی نمیکنم در همین مورد نظر و دیدگاه آقای نوابزاده را میشنویم، بعد از آقای خراسانی را و بعد برنامه را بسته میکنیم و میریم باز دوستانم به خداوند کریم و منان میسپاریم. آقای نوابزاده بفرمایید. سپاس که دوباره به ما وقت دادین. من سوالتان گرفتم، همین سوالی که در ذهن ما خطور کرده بود که خراسانی سبام سوالش قسمی بود که ما مقابل کسی جنگ نمیکنیم و یا جبهه‌گیری نمیکنیم. خراسانی سب عزیز میخوام واضح‌تر در این جبهه بگویم، من حیث یک جوان افغان همین سر موضوع بریم آقای نابزاده. من سر موضوع گفت میزم، من از موضوع به هیچ عنوان دور نمیشم، اما خراسانی سب عزیز اینه به یاد داشته باشین، هیچ قوم مقابل پشتون یا بالای پشتون حملور نشده، تاریخ است. اما همیش این پشتون افغان است که اقوام دیگره زده خرابشان کرده و زده میرن، یعنی تجاوز همیش حملور اینها شدن. ما من حیث یک جوان افغان واضح باید بگویم، یک حقیقت از او جغرافی است. خودت وقتی که میگی که ما نمیخواییم با مقابل قوم استاچیم یا جنگی کنیم، برعکس اونها همیش حملور شدن. یک حملورشان اینمی جرگه یا 11 اکتبر که برپا شده، خیمه هایشان که سر فروتن هستند، نوع پلانی است که موتو و ده تای دیگه ما را تباه و برباد بسازه. چه قسم خراسانی سر عزیز، اینها میگن که افغانستان از ماست، افغان ماستیم، ما برادر کلانتان هستیم، هر چیزی که ما بگیم شما باید هم کار کنید و چندین صد سال هم حکومت کردیم. ای به این مانا که امروز دنیا فهمش بالا رفته، دیدگاهش کاملا تغییر کرده، عوض شده و فهمشان بالاتر شده و میفهمند که در او جغرافیا اقل و کم و زیاد نیست. اینیا به خاطر نشان دادن و به خاطر قدرت قوی بودن و زدن به روی اقوام دیگر، اینها کوشش میکنن که لرو بر بگویند و بگویند که پشتونا از ماست و ما میگیم که یک پشتونستان و لوی افغانستان جور میکنیم. اینها یک پلان بسیار وسیع و خطرناک مقابل اقوام دیگر دارد. من این حیث یک جوان بازم تکرار میکنم، امروز زیر تهدید هستم، مردم مرا دو میزنه، دو ناموسی میزنه، اما حقایق چیز دیگه است. تکرارن میخوام تکرارن بارهای بارها بگویم که این یک پروژه بسیار قوی به خاطر نابودی و از بین بردن اقوام غیر افغان پشتون هستند، مثلش که طالب از روجه کار میکنه و به یک نوع دیگه که تی تی پی جور شده این طرف و خیمه هایی که زدن، اینها پاکستان کلشان میفهمن که وقتی که اینها پشتونستان جور کنن و یا لوی افغانستان جور شود، ام منافع پاکستان در خطر است، ایجا منافع اقوام دیگه که در اون سرزمین بوده او در خطر هست و هست. فلحاظا یکی از دوستای ما که من اینجا پیش خود نوت گرفتم، اونها میگن که هیچ پلان ندارن، پلانشان واضح است که من پلان را تشریح کردم و میگن که به خاطر دادگاهی یا دادخواهی پشتونا که بالایشان ظلم میشه. ببین خراسانی صاحب عزیز، فروتن صاحب، کی ظلم میکنه بالای پشتون؟ بالای افغان کی ظلم میکنه؟ به غیر خودشان، به غیر این نظام پوشالی قبیلوی جرگهی خودشان، هیچ کسی دیگه بالای زمان ظلم نکرده. همیش زمین یا فروختن، همیش در قدرت اینها بودن، همیش در اون جغرافیا خیانت ها را امروز یا کردن. و جالبیتش ایست که بیشترین بدبخت جوانای بدبخت در اروپا و امریکا جاهای دیگه همی افغان پشتون و ماستن. دلیلش هم این همی بزرگانشان هست که اینها را به یک نوع مقابل اقوام دیگه استاد کرده، به یک نوع کوشش میکنن که پاکستان تباه و برباد بسازن. پاکستان و مردم پاکستان با اقوام دیگه هیچ مشکلی ندارن، اونها بسیار دوستانه رفتار میکنن، ما امرایشان به تماس هستیم. اما یگانه مشکلی که هست، اونها واضح میگن که ما یک وقت بیعقل بودیم و مقابل انسانیت استاد میشدیم و وقتی که ما قلم گرفتیم آدم شدیم. بازی طرف اشاره میکنن که افغانها یا پشوینایی که در افغانستان زندگی میکنن یا تا فعلا آدم نیستن. به خاطر چی؟
که فقط در مو غلغوریت اینها را می بزرگایشان نگاه کرده. ببینه فروتن عزیز، 3 سال تیر شده اما یک جبهه ضد طالبانی سیاسی و نظامی نساختن. به خاطر چی؟ به خاطر این زبان، به خاطر از این پشتونولی افغانولی که نه، باید به خاطر بقای قدرت خود ما در روی جغرافیا هر بدی که باشیم، هر رقمی که باشیم، باید باشیم. دلیلش واضح‌تر است که بره در پنجشیر و بره در بدخشان و بره جاهایی که فارسی گویان در اونجا زندگی میکنه، زمینایشان را غصب کنه تا اینکه آینده مهم است. بیا فعلا مهم نیست، بیا که درس بخونن یا درس نخونن، بیا نه دانشگاه و پنتون و مکتب مهم است، آینده بسیار مهم است که این طرف پشتونستان اکسان کنند و او طرف زمینای فارسی گویان و ازبک و و, و, و اقوام دیگر را غصب کنند و بالای از او پروژه بسازند و بعد از او اینها آرام در چوکی های خودان میشن و باز به تعلیم ترگه شروع میکنند. اما در اون وقت اقوام دیگر کجا می باشند؟ در هر کنج دنیا پراگنده. تشکر. سپاس نواب زاده سیب. آقای خراسانی از شما میشنویم، بعد خدافیزی میکنیم. دوست عزیز، امی برادر ما پیشتر آقای وردک گفت که اوجه به تایید سخنهای نواب زاده سیب که در اونجا هیچ گپ نیستن، بلکه در اونجا گپ هست و این پروژه را که یادارن کلشی پروژه است که از طریق هندوستان آب میخورن، از اونجا آبیاری میشن و میخواین که در اونجا مشکلات ایجاد کنن برای پاکستان. و پاکستانی ها یک قوم هوشیار هستن، بسیار مردم فهمیده هستن و اونا اجازه نمیتن که در کشورشان همچون بدبختیه که دامنگیر ماست اونجا شد. حتی پشتونای پاکستان، یک تعداد پشتونای پاکستان که کارا را میکنه یا کلشان نوکرای هندوستان هستن، مثل که در گذشته از دولتای افغانستان پیسه میگرفتن، خان دو سره هم از ایسو هم از ایسو میرفتن میزدن و تباهی و بربادی و جنجال شما میکشیم. امروز که در افغانستان یک دولت قوی نیست که پول داشته باشه بر از یا پول بتن، فقط اون تی تی پی را جای داده و تی تی پی در اوجا نفوذ کرده، از طریق هندوستان جایا بودیجه میگیرن میاین در اینجا. و در کشور ما متاسفانه همیشه یک تعداد مردم ناره لروبرخواهی را میزنن و حتی از اقوام دیگه که ناره لروبرخواهی را حزب سبزی پالک که داشت که میزد، او هم مشکلش همی بود که از هندوستان بودیجه میگرفت و مجبور بود که همی کار پیش ببره در اونجا و ای همه طور است. و دومی که گفت اینا میخواین که ظلم پشتو، ظلم که بالای پشتونا در اونجا هست، این ظلم باید برملا شود. این چه قسم ظلم است در بالای پشتونا در اونجا که ما نمیبینیم؟ ما در اونجا زندگی کردیم، پشتونا شفاخانه داره، دانشگاه داره، سرک داره، آب داره. از این طور هم کو طرف میشلاندی کتل اون در سر کو که ببینی برشان برق تیر کرده، سرک تیر کرده، آب آشامیدنی برشان برده. پس این ظلم چه قسم ظلم است؟ رئیس جمهورش همیشه پشتون بوده، درست است؟ حداقل دو تا نخست وزیر آخرش که عمران خان و او آقای کاکر بعد از عمران خان اردوش پشتون بود، رئیس استخباراتش آیسای که جنرال حمیدگل پشتون بود و جنرال حمید هم پشتون بود و بسیاری از جنرالایشان پشتون هستن. پس این ظلم خیکی میکنه در اونجا بالای پشتون. رئیس جمهور شما، نخست وزیر شما، جنرال شما، وزیر استخبارات از شما، رئیس استخبارات، خیلی پسی ظلم کی میکنن؟ ظلم در اونجا نیست. پشتونایی که در اونجا زندگی میکنن اونا بسیار خوش هستن، اونا بسیار خوش هستن. اما یک تعدادش که در اونجا هست که مثلا از هندوستان پیسه میگیرن یا از کشورهای دیگه که میخواین در پاکستان اختشاش برا بندازن و جیبای خود پر کنن، بر از او مهم نیست که چقدر پشتون کشته میشه، خیمایشان در میگیره، خانهایشان میشه. ما برتن یک نقل قول چشم دید خود براتان میگم که ما در سالهای 1984-85 در پاکستان زندگی میکردیم. در او زمان امی یک جای را به نام باره میگفت، جمروت و باره، که در او جا قبایل آزاد زندگی میکرد. با زنجیر انداختگی بود، از زنجیر کوسو تیر میشینی، کس غرضت نمیگرفت، قانون خودشان بود، این طرف قانون دولت. اینا چی کار کردن؟ آمدن یک نفر اختطاف کردن، اختطاف کردن بردن در طرف او طرف زنجیر. ایج دولت که بر از یاف اعلان ایلاک و در اوجه توفنگ و یار نشان دادن که ما نمیکنیم. خدا از رو شاید از در او خمی جنرال زیاولق در او رئیس جمهور بود
امی وقتی که آرمی امی نظامی ها را فرمایش داد که بزنین تیاره و توپ که سرشان فایر کرد، تا می یک روز از امی صبح تا شام یاره بمباردمان را زد، کل اگیشان بیرقای سفید بالا کردن و نفر را ما آوردن تسلیم کردن که اینه بگیره بیدر، امو کسی که اختطاف کرده بود او را ما آورد تسلیم کرد، گفت ما را نزن. ضیاءالحق برشان چار چوکات کشید، گفت از اینی چوکات که دو طرف هر کار میکنه ولی دی طرف اجازه نداره. اینطور نیست که یا در اینجا نو باشه، این رقم جرگه ها را یا زیاد کردن و پاکستانی ها چی پنجابیش باشه، چی سندیش باشه، بلوچش، پشتونش، کلش هوشار است، این جنایتکارا و ای وطن فروش های خودم میشناسن و اینا را هیچ وقت نمیگذاره. البته از طرف دولت های ما همیشه ما از پاکستانی ها گله داریم که در امور داخلی ما چیز دست درازی میکنن. متاسفانه این گپ اشتباه است. ما هستیم که در امور از وادست میزنیم، ما هستیم که تی تی پی را جای داده، ما هستیم که در زمانی که حکومت دکتر صاحب نجیب و حکومت آقای کارمل اینا بود، تمام بورسیایی که در بخاطر بچه های وطن خود ما مثلا از بجایی که برای بچه بدخشانی و تخاری و بلخی و هراتی بتن، او را به او طرف سرحد میداد و اونا میرفتن در روسیه درس میخواندن به نام افغانستان. اینا رو ببین که مثلا بی‌نظیر بوتو در وقت که حکومت ضیاءالحق بود، خاندان بی‌نظیر بوتو در کابل زندگی میکرد، بهترین زندگی رو در کابل برشان داده بود دولت افغانستان وقت، دولت وقت. پس در اینجا گناهی کی است؟ ما در امور از ما باز بر ما میگن که مجاهدین او در اوجه جای داد، خود تو نمیدادی که وام نمیداد. داود خان در دورانی که داود خان زندگی میکرد سرشان لشکرکشی کرد. من خودم نفر دگروال متقاعد دینمی آلمان امراش گپ زدم، یک آدم ریش سفید شده بود، گفت در دوران که مرحوم داود خان لشکرکشی کرد، سفربری کرد در تورخم، گفت ما او خردزابط بودم، گفت برای ما فرقه را همی چیز جور کرد که گروپ که پنج گروپ در سر سلا نفر در پشت جیب می رفتیم فقط تا پیش تورخم دوره زده، پس می آمدیم تا مارکو ایجایا دیگه گروپ همیتور هر پنج دقیقه دوره می زدیم. پاکستانی ها گفت سلاهای خود انداخته بودن، گریخته بودن، نه این سرحدشون در پشاور در تورخم کس نبود، از اون سو کسایی که گفت گندی آورد، مگر یاد پاکستانی ها میرن؟ پس ما بودیم که در امور از ما دخالت کردیم. پاکستانی که در سال 1979 بود حال نیست، سال 1945 بود تو حال نیست، حال یک قدرت اتمی است و ما باید ما یک دولت را در کشور خود کار داریم که حسن همجواری، همسایداری، سیاست متوازن اختیار کنه که هم با پاکستان، هم با هندوستان، هم با ایران، هم با اروپا، غرب، روسیه، با کلگی بدون تعامل نمیشه. بدون از این که تا ما سیاست متوازن در کشور خود در برد خارجی اختیار نکنیم، هیچ وقت روی صلح سفاره نمیبینیم و در پهلوی از او در برد داخلی، در سیاست داخلی خود، تا که یک نظام دموکراتیک، یک نظام که به رأی مردم بیایه، یک نظام، من فدرال خواستم میگم یک نظام فدرالی، اما یک کس دیگه که فدرال بد میبینه شاید او، اما میریم به طرف یک انتخابات آزاد که یک دولت انتخابی باشه. وقتی که دولت انتخابی بیایه، ما خواهان انکشاف متوازن عدالت اجتماعی هستیم. تا وقتی که انکشاف متوازن حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی در کشور ما رعایت نشه و پیاده نشه، ما روی صلح و صفا را نمیبینیم، ولو که 50 سال 100 سال دوام تیر شوه. تشکر از اینکه به ما وقت دادید. آقای خراسانی بزرگوار، همیشه یک برادر پاکستانی هم آمدن، دیدگاه از اینا را هم در مورد جرگه میگیریم اگر چند و در خلاف شدیم. آقای باسط خان همیشه است. آقای باسط خان، تشکر. یک تعداد که خیمه زده بودن قرار بود جرگه عنعنوی را در 11 اکتبر داشته باشند، او را هم در پاکستان خوشبختانه نیازهای امنیتی پاکستان اشخاص که در سازماندهی از این نقش داشتن دستگیر کردن و خیمه ها را با آتش کشیدن. خودت به صفت یک پشتون پاکستانی، نظرتان در مورد اجراءات حکومت پاکستان چی است؟ اول به همان دیوالا پروتین سیب، نوابزاده سیب، یوسفی سیب و به همان دیوالا سلام علیکم. علیکم السلام. فروتون صاحب علی، شما کی چی گوش شنی، چی میگی، شما چی شنیدی یا چی گفتی؟ این یک طرف است، چرا که دولت پاکستان چی میگه؟ ما شما را اولم گفته بودم که امین افرا، امین منظور پشتین کی است، این پاکستانی است،
ای پاسپورت نشنلیتی پاکستانی داره. ای خودش گفته بود که ما داخل آئین پاکستان برای پشتونهای پاکستانی از او حق میخواییم. من قبول میکردیم. ما شما را این گفته بودم که هر چیز ای خلاف پاکستان میکنه یا خلاف ریاست میکنه بس ایچ وقت ایره اجازه نمیتا. علی شما کمی عکس چیز کردی؟ ای شما که چی گفتی او یک طرف است. علی دا موضوع ایزی دولت پاکستان چی میگه؟ او میگفت که امین جا چند نفر یک جای شده بود، امی خیمه هر چیز جور کرده بود، پولیس اوزون جرفت که ببینه چی میکنه، این نفره چی میکنه، سیکورتی هست نی؟ یک کشور سیکورتی باید دولت برای چی هست؟ با سیکورتی باید ایره بیتی که ای هر چیز مظاهره میکنه، هر چیز میکنه. باز دا اونجا چند نفر بود که او اصله میداشت، تفانچا، می کروپک، هر چیز میداشت، او با پولیس غلمغل کرد، جنگ کرد. خب پولیس خو ببین اسکر خو یک ریاست هست نی؟ شما که اگر ریاست دو میزنی، ریاست قبول نمی کنی، باز دا پاکستان یک قانون است، او باید اول قانون است، ریاست از بعد یوزی دیگه چیز است. علی دولت پاکستان میگه، مثلا دولت خیبر پختونخوا میگه، چرا که دی ولایت خیبر پختونخوا میایا، پولیس اوزی میگه که این نفره اول با پولیس دو زد، باز زنگ زد، چی میگه سنگ زد سنگ، بعد یوزی جنگ زیاد شد، بعد یوزی او د اسلحه فایرینګ کده به پولیس، بس پولیس کې فایرینګ کده، بعد پولیس به دیګه عسکر زنګ زد کلی شو کې آمد، بعد این جغل مغل شده بود، بعد یوزی امی خیمه ما هر چیز خلاص کرد. امی دولت خیبر پختونخوا ولایت میگه که هر نفر که مظاهره میکنه اول به این او سی بگیره، این او سی مطلب اجازه بگیره که ما امینجا د ای وقت د ای ساعت د ای روز امین جا مظاهره میکنیم. بعض سیکورتی شما مرا امو دولت شما را سیکورتی میتا شما میبینی؟ آقای خان خودت به صفت یک پشتون با سواد، بله، آیا با جرگه عنعنوی که قرون وسطایی از 300 سال پیش باورمند هستی خودت، امی جرگه عنعنوی یعنی چی؟ ما به صفت یک شهروند افغانستان و تندارای افغانمون وقتی جرگه عنعنویشان را دایر میکنن، آدمایی که دستار کلام کتا میزنن، شکمای کلان دارن، ذره منطق و عقل ندارن، دونمو جرگه میاین یک چیزی را به وجود میارن که اصلا هیچ گونه مطابقت با قانونهای انسانی نداره. خودت هم به صفت یک پشتونی با سواد با جرگه عنعنوی احترام میگذاری یا خلاف آلدهی مقطع و این زمان این جرگه کارساز نیست؟ باید انسانهای روشن فکر دانسته یک کار را انجام بدن. براتون سر ببین علی، ما خودش یک دموکراتیک پرسنال چی میگه شخص هستیم، ما یک سیاسی کارکن هستیم، ما در پاکستان یک سیاسی پارتی را سپورت میکنیم، ما جمهوریت پسند دارم. امی 50 سال پیش یا 60 سال پیش که هر چیز در داخلی قبائل که بود نی، علی او هر چیز تغییر خورده، علی باید هر چیز نو آمده، قانون آمده، ریاست آمده. 50 سال پیش بسیار نفر بی سواد بود، پدر کلانی از ما بی سواد بود، پدر از ما درس خوان خو بسیار کم، علی ما برادرای از ما، خواهر از ما همه درس خوان، علی بچای برادرای از ما، بچای خواهر از ما او درس خوان. علی شما که یک قانون قبول نمی کنی، بس خو او ریاست او دولت او کشور هیچ وقت چی میگه بالا نمیره. باید هر نفر قانون چیز کو نہ قبول کو نہ، اگر قانون قبول نہ میکنی، علی ببین اول د قبائل امی جرګه سیستم بود، خو علی کی اس علی داخل قانون جرګه سیستم میشا کی قانون چی میگن اول قبائل بود ایجنسیا می گفت علی ولسوالی میگا، علی هما اول امی د وفاق داخل کی میگا د وفاقی حکومت پاین بود، علی د ولایتی حکومت پاین شد، علی ولسوالی جوړ شد، علی اونجا قبائل موبایل نیست، اول بی بود نی مومند ایجنسی، خیبر ایجنسی، جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان، علی او نیست، او علی همه ولسوالی است، علی در ولایت خیبر پختونخوا هر چیز قانون کی است او به قبایل هم است، د یک شهری داخل شهری کی چی قانون داره او د قبایل هم داره. نو علی ما شما باید قانون قبول کنم، ریاست قبول کنم، هر چیز کی خلاف ایزی میشه بازو نقصان است. امین منظور پشتین، ما شما به همه افغانا اندیوالا بسیار د دیگه برادم گفتم، ببین شما چه فکر میکنی این منظور پشتین کی است؟ ای طاقتوری از عمران خان است؟
یا ایزا طاقتواری از نواز شریف است، طاقتواری از زرداری است. اوم کی خلاف ریاست بود او چی کت زندان. آل عمران خان کجاست؟ اوم خلاف پاکستان فوج بوشده بود نی، چند صحبت غلط کده بود یا چند صحبت خلاف ریاست کده بود، آل زندان است. منظور پشتین، اگر منظور پشتین یک طرف او دیگر طرف عمران خان باشنی، منظور پشتین هیچ چیزم نیست، چرا که عمران خان جهان میشناسا، منظور پشتون فقط پشتو زبانه یا چند میشناسا. تو شما چی فکر میکنی منظور پشتین خلاف ریاست یا خلاف فوج امیر کم کار میتره بکنه که عمران خان نکده، یا عمران خان در زندان میباشه و منظور پشتین امیر کم اعلام میشه؟ ما به همه با افغانا در اروپا در کانادا که استرالیا زندگی میکنه در او پیغام دارم که شما چند هزار یورو دلار پون یا چند لاک امی برای منظور پشتین که روان کدی بسیار غلط کدی. بعد از 11 اکتبر شما اورم گلخان میگویی، شما اورم داو میزنی این منظور پشتین ای او هیچ چیزم نمیتونه که خلاف پاکستان کنه یا خلاف پاکستان فوج کنه. امی شما بس امی رقم به ای خوش میشی که او سیرانگا بیرک اونجا بالا کده امی رقم کده، شما که چک پول د منظور پشتین روان میکنی ایره د افغانستان روان کو، اونجا شفاخانه جور کو، اونجا هسپتال جور کو، اونجا بسیار افغانا کار نداره، نان نداره. شما خودش هم در تلویزیون میبینی، چرا به او پول روان نمیکنی؟ شما که پاکستان پول روان میکنی ای ضایع میشه، ای به درد نمیخوره. این منظور پشتین خلاف پاکستان فوج هیچ چیزم نمیتنه، او هیچ چیزم نیست. هر چیز که پاکستان فوج میخوایا او میکنه، چی وقت که او نکد شما فکر کو که او هیچ چیز نیست، باز زندان میباشه. آقای باسط خان، نرفایت جنبندی کو با پشتو پیام اگر داری برای اوی در اوغانایی که بلر و برخایی باورمند هستن یا تلاش شانی است که چنده جمع بکنن منظور پشتون یک جنگ داخلی در پاکستان را بندازن، به زبان پشتو بگوین، اکثر از اونا فارسی را نمیفهمن. اوکی، سما طول و ملگر و دوستانو تا السلام علیکم. که در افغانستان کم پختانه دی او که در پاکستان کم پختانه دی، آقای تو صرف فقط اندا یو خبر ورکوم چې ملګرو ځانو پیژني، خپل کامو پیژني، خپل وطنو پیژني. د پاکستان چې کم پښتانه دي هغه د پاکستان دي، هغه هیڅ کلم د افغانستان نشي. او چې کم د افغانستان پښتانه دي هغه د افغانستان، هغه به هیڅ کلم د پاکستان نشي. ها به طور یو مسلمان موږ دا خپل مسلمان، هر مسلمان موږ خپل رور ګڼو، چې هغه افریقایي وي که افغانۍ وي که هغه د هر زبان او که د هر ژبې، خو چې مسلمان وي نو هغه زموږ مذهبي رور دی، او که مسلمان نه وي نو هغه زموږ سیاسي رور دی که زموږ احترام کوي. نو موږ د افغانستان چې کوم خلک دي موږ د ټولو قدر کوو، که تاجک دی که ازبک دی که هزاره دی او که پښتون دی، د افغانستان موږ د هغوی قدر کوو، خو په شرط د دې چې هغه د پاکستان هم قدر وکړي او د پاکستان هم قدر او احترام وکړي. تاسو چې دا کوم خبره کوئ د منظور پښتین د 11 اکتوبر، تاسو چې دا کمې پیسې د یورپ د کاناډا د استرالیا د امریکا نه کمې منظور پښتین ته روانې کړي دي یا کمې ورلېږئ، دا تاسو ټول یاسې پسین لو کوئ، دا پیسې ټول ستاسو ضایع کیږي، ځکه چې ستاسو کوم خواهش دی یا ستاسو د افغانستان افغانان چې کم دا په زړه کې بغض او کینه لري چې موږ به پاکستان تقسیم کړو، هغه هیڅ کلم پوره نشي ستاسو ارمان. پاکستان الحمدلله زنده بادو، پاکستان زندہ آباد دی، او ان شاء الله پاکستان به تر قیامت زندہ آباد دی. تاسو دا کمی پیسې منظور پښتین ته ورلې گئی، دا خپل افغانستان ته ولې گئی، په زرګاو خلق په تورخم کې فقط دې تناستی چې موږ له پاکستان وی زرا کې ول تخپل علاج او کې هسپتالونو ته ځي، په زرګاو خلق د ایران په بارډر ناستی خلق ایران ته ځي، د افغانستان خلق د علاج د پاره ولې تاسو دا خپل پیسې خپل افغانستان ته ولې نه لګی، ال تسکول و د پاره ولې نه لګی، ال ته د هسپتال د پاره ولې نه لګی؟ تاسو په افغانستان، تاسو چې کومې مظاهرې د پاکستان خلاف په یورپ په کینیډا او په استرالیا کې کوئ، دا مظاهرې تاسو د افغانستان خلاف ولې نه کوئ؟ چې هلته یونیورسټۍ نه سکولونه کالجونه د جنکو د ښځو بند دي، هغوی دپاره ولې نه کوئ؟ تاسو د خپل وطن دپاره به کله راپاسېږئ؟ تاسو د خپل عقل نه ولې کار نه اخلئ چې تاسو کله محمود خان اچکزی سپورټ کوئ، کله اسپندیار ولی سپورټ کوئ، او اوس پکې منظور پښتین سپورټ کوئ؟ نو تاسو ته خپه ده، دا ټول پاکستانیان دي، دا پاکستان قبول کړی دی، پاکستان قبلې. تاسو هسې خپلې پیسې ضایع کوئ، دا خپل عقل او دا خپل انرژي د افغانستان لپاره مصرف کوي. که تاسو دا ووایئ چې په پښتون د پاکستان پښتون به د پنجابي رور نه بیل شي، هغه هیڅ کلم نه بیلیږي، ځکه چې هغه خوشحاله دی، پنجابي دی که سندي دی که بلوچي دی، که په پاکستان کې کم هزاره دي که کم تاجک دي، هغه ټول زموږ ورونه دي.
نو دغه چې د افغانستان رونو تاسو خپل تاجک ازبک ازاره خپل رور کوي او خپل وطن جوړ کوي. مهربانی، خوشحاله اوسئ. سپاس واسط خان. آقای نوابزاده رفتاری خوب نداری، خدافیزه میکنه. فقط در آخر باسط خان ریزیت من نکرم بدان، اما یک مطل بسار مطل نیست که حدیث شریف است، فکر کنم اضافتک الحیافه فالمشید، یعنی امی دوست ما باسط خان کدام گپایی که زد، اگر واقعا عقل و منطق شعور و غیرت و فهم داشته باشه پشتو بگو آقای نوابزاده، با پشتو بگو باسط خان کوم خبری چې تاسو وکړه که دوی غیرت و همت و شرافت و اخلاق ولري، یعنی دوی هیڅ امکانات بنوي چې دوی لار دیسی او هغه دا کارونه ونوي. یو کس کومنت وکړه، وای تاسو خو درې سوه کاله تقریبا کېږي چې پیدا سوی یاست، وای موږ خو 15,000 کاله کېږي. زه به اوس ووایم که پاکستان درې ورځې کېږي خو که ته 15 میلیون کاله به کېږي، خو ته نه جای لرې، نه عزت لرې، نه شرف لرې، نه غیرت لرې. واضح پاکستان خو بیا هم هو چې اقتصاد کې خراب دی، نو یو ژوند خو لري، یو اتحاد خو لري، یو اتفاق خو لري. نه پرېږدي چې لږ یو څو دنې خیمې یو چیرته دوی جوړ کړي او د پاکستان د منافع په ضد کار وکړي. الحمدلله دوی خو یو اتحاد لري، یو اتفاق خو لري. مونږ څه وکړه؟ مونږ 15,000 کاله تاریخ نه 15,000 تاریخ لرو، خو څه مکړی؟ نه پوهنتون لرو، نه مکتب لرو، نه قدرت لرو، نه غیرت لرو، نه شهامت لرو، او بدبخت یو په اروپا. دغه د مونږه تاریخ دا مونږه ډېر ولا زیم 15,000 کاله تاریخ لرم، نه لرم هیڅ چی مونږه نه لرو. باسط خان زمونږ آواز نورو پاکستانیانو ته ورسوي چې نور اقوام د تاسو په سات د تاسو په څنګ کې ده، او د هیڅ امکانات یا هیڅ امکان نه لري چې د تاسو په خلاف جګړې وکړي یا جنگ دی وکړي. یوازنی پښتون افغان قوم ده چې افغانستان هم تباه کړی او برباد کړی، او دوی غواړي چې پاکستان هم تباه او برباد کړي. نو هیله مو دا ده چې دغه زموږ آواز نورو دوستانو ته ورسوئ تر څو چې د دوی مخه ونیسي. که مخه ونه نیسي لکه څه رقم چې غزه او نور ځایونه دغسې په خاوره یو سان سو، لکه چې افغانستان په خاوره یو سان سو، همدغه خدای نه کرده پښتونخوا هم دغسې کېږي. او مونږ په پښتونخوا باندې فخر کوو چې هلته پوهنتون هر شی د انسانیت د اسلامیت شتون لري، خو زمونږ په جغرافیه کې دا شیان اصلا شتون نه لري. هیله مې دا ده چې په دغه پروګرامو باندې تاسو ډیر کار وکړئ. من نه خیر اوسې کورم ودان. یک جان سپاس از آقای نوابزاده. آقای باسط خان مایک تانه باز کنین کوتاه. باسط خان مایک ته بسته است، مایک ته باز کنین. اخیری یک صحبت میکنیم، یک دقیقه ببخشید. د پښتو زما چې کوم رونه دا کوم افغانان لاندې کنزل کوي، دا کنزل مکوي، کنزل باندې هیڅ سم نه کیږي. دا خپل قوم او خپل ځان شرموي. پنجابي زما رور دی، سندي زما رور دی، بلوچي زما رور دی، د خیبر پښتونخوا هر یو غړی زما رور دی. چې څوک هم د پاکستان احترام کوي زه د هغې احترام کوم، خو څوک هم چې د پاکستان احترام نه کوي زه د هغې احترام نه کوم. تاجک هم زما رور دی، ازبک هم زما رور دی، هزاره هم زما رور دی، او د دنیا په هر ګوټ کې چې هر مسلمان څوک هم دی زما رور دی. نو زه تاسو ته یم چې کنزل مه کوئ، د کنزل نه هیڅ هم نه جوړیږي. زه په دې فخر کوم چې پنجابي زما رور دی، مالې په پاکستان کې هر حق راکړی دی. او چې کوم پښتانه ځان ته پښتون وي او د پاکستان پاسپورټ او شناختی کارډو سره او د پاکستان خلاف کار کوي، نو بیا به ګوره سبا به دا ګیله نه کوي چې زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم. پاکستان وپیژنئ، خپل آئین خپل ریاست وپیژنئ. کم یو قسم چې د پاکستان کې د پاکستان د ریاست د پاکستان د فوج او د پاکستان خلاف کم کار کوي، نو ګوره هغې به بیا خپل ښځې نه وي. موږ تاسو ټولو وروڼو ته ډیر په صبر او په تحمل سره ویو چې خپل وطن وپیژنئ. چې څوک ګوره د خپل وطن قدر نه کوي، نو د افغانستان هم وګورئ، فلسطین هم وګورئ، سیریا هم وګورئ، عراق هم وګورئ، لیبیا هم وګورئ چې هغوی فوج نشته دی. نو څه ورسره وشو؟ پاکستان کې الحمدلله زمونږ ټیک د داخلي به څه مشکلات وي، خو د پاکستان فوج الحمدلله زنده آباد دی. د پاکستان فوج که نه وي اوس به پاکستان هم نه وي. نو کنزل مه کوئ، د کنزل نه هیڅ هم نه جوړیږي. خپل درس وای او د خپلې پیسې پاکستان ته مه لیږئ، افغانستان ته ولیږئ. هلته خپل خور مور رور
خپل گاونډي خپل رشتہ دار ته افغانستان ته پیسې ولېږي، پاکستان ته پیسې لېږل ستاسو خلکو دا ضایع کول دي، دا پسین لو کول دي. ستا پروتون صاحب ډېره مننه، خوشحاله اوسي. نوابزاده صاحب مهرباني، سلام علیکم. همچنان از آقای باسط خان و از آقای نوابزاده در کل که تا این لحظه کسایی که بیننده برنامه ما هستین، برای هر یکتان شب خوب و خوش آرزو دارم. وقت خوب و خوش داشته باشین.